یک گروه چهار نفره از سناتورهای ارشد دموکرات و جمهوری خواه روز چهارشنبه قطنامه در محکومیت سرکوب جامعه بهاییان در ایران به کنگره ایالات متحده ارائه کردند. شهلا راسته گزارش می دهد. سناتورها ران ویدن و دیک دربین از حزب دموکرات و مارکو روبیو و جان بوزمن از حزب جمهوری خواه قطنامه به منظور محکومیت دولت تهران در سرکوب 300 هزار اعضای جامعه بهاییان ایران به سنا ارائه کردند. سناتور ویدن در بیانیه در مورد این اقدام گفت بهاییان ایران باید آزاد باشند با آسودگی خاطر و در صلح به ادای باورهای مذهبی خود بپردازند. سناتور ویدن اضافه کرد این قطنامه مدرک دیگری از حمایت سنا از یک سیاستی است که منعکس کننده که آمریکایی است. سناتور جمهوری خواه جان بوزمن نیز در همین ارتباط گفت در حالی که رژیم ایران همچنان به پیگرد غذایی اعضای جامعه بهایی ادامه می دهد، ما در کنار بهاییان می و آشکارا سرکوب اقلیتهای مذهبی را محکوم می کنیم. آزادی مذهبی یکی از اصول اساسی ملت ماست و تعهد ما به حفاظت و ترویج این آزادی فراتر از مرزهای خودمان گسترش می‌یابد. سناتور دکتر بنیز از ادامه آزار و اذیت جامعه بهایان توسط دولت ایران ابراز نگرانی و بر حق آنها برای پیروی از باورهای مذهبی به دور از هر گونه آزار تأکید کرد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذاهب در جهان در آخرین گزارش سالانه خود در مورد عدم آزادی مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته های مذهبی اهل سنت و دراویش و همچنین بهائیان و مسیحیان را هدف آزار قرار می‌دهد. شهلا راسته صدای آمریکا